سر خط خبرها. بعد از 20 فروردین چه پروتکلی باید اجرا بشه؟ امروز ما تصویب کردیم، یعنی قبلا مصوبه تمدید مقررات سختگیرانه مقابله با کرونا در ایران تا 20 فروردین. معاون وزیر بهداشت میگوید مهار اپیدمی به ابتلای 70% مردم نیاز دارد. صد هزار مبتلای ثبت شده کرونا در جهان. اسپانیا به یاد بیش از 8000 جان باخته یک دقیقه سکوت کرد. پاسخ آمریکا به درخواست لغو تحریم‌های ایران به خاطر بحران کرونا. از میلیاردها دلار در صندوق خامنه‌ای استفاده کنید. و ویروسی که صنعت گل و گیاه را در بریتانیا خشکانده. باغدارها می‌گویند اگر کمک دولت نرسد، سیاه بهار کرونا را سر نخواهند کرد. سلام، خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از تمدید طرح سختگیرانه مقابله با کرونا تا 20 فروردین خبر داده، اما در این حال گفته روند مهار شیوع این ویروس در 23 استان نسبتاً خوب بوده. همزمان معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از آقای روحانی خواسته تا مقررات منع مسافرت، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و شرایط متفاوت کار اداره‌ها دست کم تا پایان فروردین ادامه داشته باشد. او گفته خاموش شدن اپیدمی کرونا نیازمند ابتلای 70% مردم کشورهای درگیر از جمله ایران به این ویروس است. امروز وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 3000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 141 نفر دیگر هم جانشان را از دست دادند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد. بستان‌ها، پارک‌ها بسته هست، اما در این حال مردم هم توجه کنند، فردا در خانه بمونند و این سنت رو بذارن برای یه موقع دیگر. رئیس پلیس تهران هم اعلام کرده در روزهای 12 و 13 فروردین پلیس اجازه ورود به پارک‌ها را نمی‌دهد. محدودیت‌ها هر روز در ایران بیشتر می‌شود. تردد خودروها با شدت بیشتری کنترل می‌شود و تنها خودروهای بومی اجازه ورود به بعضی از شهرها را دارند، از جمله اینجا قم. ستاد مقابله با کرونا در ایران از توقف انتشار نسخه کاغذی رسانه‌ها و مطبوعات تا پایان طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی خبر داده. رئیس جمهوری ایران گفت محدودیت‌ها تا 20 فروردین ادامه خواهد داشت، اما تکلیف بعد از آن تاریخ چیست؟ بنا شد این کار هم وزارت بهداشت درمان هم وزارت کشور این رو ظرف امروز فردا به هر حال آماده کنن و هر زمانی که آماده شد ما آماده ایم جلسه رو بذاریم. البته به طور طبیعی ما صبح یک شنبه جلسه داریم، ولی اگر زودتر هم آماده شد ما میتونیم اطلاع بدیم، جلسه رو زودتر بذاریم و این کار چون مهمه، هم برای صدا و سیما مهمه، هم برای مردم مهمه، هم برای آموزش پرورش مهمه، هم برای آموزش عالی مهمه، هم برای والدین مهمه، هم برای جوانهای عزیز ما مهمه که چجوری باید سر کار برن، کی باید سر کار برن. این انشالله ما بتونیم اوائل هفته آینده شنبه یک شنبه مشخص بکنیم و اعلام بکنیم و بر مبنای اون ادامه پیدا بکنه و اجرا بشه. وزارت بهداشت ایران میگوید تا امروز 44606 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و 2898 نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کردند. 14656 نفر هم بهبود یافتند. رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط استانها یکسان نیست و 23 استان از 31 استان شرایط خوبی دارند. البته مدت هاست آمار مبتلایان به تفکیک استانها اعلام نمی شود. آمار جان باختگان هم هیچگاه به تفکیک استان اعلام نشده. در آمار و ارقامی که امروز در جلسه ما بهداشت و درمان اعلام کرد، آمارهای امیدوار کننده ای هم بود، هم نسبت به استانهایی که ورودی بیمارستان ما کمتر شده و خروجی از بیمارستان بیشتر شده که برخی از استانهای ما این حالت رو دارن،
یعنی اون جهش یک مرتبه‌ای که در این نمودار در کشورهای دیگر می‌بینیم، این جهش رو در ایران نمی‌بینیم، ملایم‌تر هست. پیشتر هلال احمر اعلام کرده بود 8.5 میلیون نفر در 19 استان به سفرهای نوروزی رفتند و ستاد مقابله با کرونا هم از بالا رفتن آمار بعد از تعطیلات نوروزی خبر داده بود. دیروز یه استانداری که من باهاش صحبت میکردم، استاندار اردبیل، من سوال کردم، گفتم ما که از مردم درخواست کردیم مسافرت‌های نوروزی نران، امسال چند درصد شما کاهش سفر داشتید؟ گفت من تقریبا میتونم بگم سفر نوروزی ما صفر بوده. دو هفته قبل از شروع تعطیلات نوروزی، مقامات استان اردبیل از ممنوعیت سفر به این استان خبر دادند و گفتند مراکز اقامتی این استان تعطیل خواهد بود. ضد عفونی کردن شهرها به ویژه مناطقی در تهران همچنان ادامه دارد. بعضی از ورزشگاه‌ها به مرکز موقت قرنطینه بیماران مبتلا به کرونا تبدیل شده، از جمله این سالن ورزش در شیراز. دولت امیدوار است با وضع محدودیت‌های جدید از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری کند. محدودیت‌هایی که بسیاری معتقدند باید مدت‌ها قبل وضع می‌شد. مریم افشنگ، بی بی سی. دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی از لندن با ما هست. آقای مقدم، ما بارها در مورد اینکه چه تعدادی از جامعه یا چه درصدی از مردم جامعه باید این ویروس رو بگیرن تا اون در واقع ایمنی گله‌ای که صحبت ازش میشد ایجاد بشه صحبت شده، ولی برخی دولت‌ها حرفشون رو بعدتر پس گرفتن، از جمله دولت بریتانیا. باز دوباره صحبت از این مسئله در ایران میشه، چقدر این با واقعیت مطابقه؟ متشکرم از سوالتون. من به یه مسئله رو باید ذکر کنم راجع به این موضوع مهم، ایمنی جمعی یا گله‌ای، و اونم اینه که بله، این مسئله، این موضوع جدیدی نیست، کشف جدیدی هم نیست. ما سالهای سالی که راجع به این میدونیم و این رو در به اصطلاح جایی که استفاده میشه واکسیناسیون و ایجاد ایمنی اکتیو توسط سازمان‌های بهداشتی در جامعه است، نه در مواجهه با اپیدمی. شبهه‌ای که ایجاد شده از گفته مشاور نخست وزیر انگلیس در امور پزشکی و علمی باعث شد که بعد از چند روز اینها مجبور شدن که دیگه راجع به این موضوع حرف نزدن. برای اینکه ببینید، ما وقتی که با یه اپیدمی مواجه میشیم، عملکردمون بر اساس چیزهایی که میدونیم و نه بر اساس چیزهایی که فقط حدس میزنیم و مشخص نیست. مسئله موضوع راجب ایمنی جمعی اینه که ما حتی راجب ایمنی فردی نسبت به کرونا جدید یا که بیماری کووید 19 ایجاد میکنه هنوز نمیدونیم. ما نمیدونیم این ایمنی چقدر موثره، یعنی بعد از اینکه بیمار اون رو میگیره چه ایمنی موثری داره، آیا از بازگیری جلوگیری میکنه و در چند چه مدت باقی میمونه. ما هنوز اینو نمیدونیم، بنابراین خیلی زوده که بخوایم بدونیم که ایمنی جمعی چه اثری خواهد داشت. مسئله دوم اینه که ما ایمنی جمعی رو همونطور که گفتم در مورد واکسیناسیون انجام بهش فکر میکنیم و مدل سازی میکنیم. میگیم که وقتی که واکسن موثری داریم، ما چقدر چه تعدادی از افراد جامعه باید واکسیناسیون بشن تا ما بتونیم از چرخه اون بیماری جلوگیری کنیم. ولی وقتی با یه اپیدمی مواجه میشیم، به خصوص اپیدمی که مرگزاست، مرگ آفرین بیماریزایی بسیاری تولید میکنه، فشار بسیاری و سیستم‌های مختلف کشور ایجاد میکنه، شما اصلا نمیتونید با تصور ایمنی اجتماعی جلو بریم، برای که هم از لحاظ اخلاقی درست نیست و همین که عملی نیست. و بنابراین این چیزی بود که همونطوری که شما گفتی، دولت انگلیس اگرچه به اون اشاره کرد ولی به سرعت اون رو کنار گذاشت و کسی راجع به این حرف نمیزنه. در ضمن توجه کنید که سازمان بهداشت جهانی به هیچ وجه هیچ موقع راجع به برخورد با اپیدمی نیامده و به این مسئله تاکید نکرده که باید یه عده زیادی از افراد بگیرن. ممکنه که مدل سازی ها نشون بده که در نهایت این اتفاق ممکنه بیفته، ولی ما هنوز نمیدونیم اصلا این ایمنی رو ایجاد خواهد کرد یا نه. و در ایران صحبت از راه‌های جایگزینی برای درمان کرونا میشه، از جمله مثلا تزریق پلاسمای فرد یا فرد سالم به افراد دیگه. چقدر اینها در شما که در بریتانیا هستید و تحقیق میکنید در اینجا بهش فکر شده یا اصلا مطرح هست یا نه؟ بله، ببینید، این درمان اخیری که شما گفتید درمانیه که شما پلاسمای افراد سالم یا پلاسمای افرادی رو که
بیماری به این بیماری مبتلا شدن و بهبود پیدا کردن، دیگه ویروس رو ندارن، اما پاتن تولید کردن. اون رو میگیرید و استفاده میکنید برای اینکه خب میگیم که اون پاتن هایی که در این پلاسما هست ممکنه به باعث بشه که ویروس مقدارش پایین بیاد یا سلول های مبتلا به ویروس رو از بین ببره. این درمان شروع شده در کشور چین، ولی باید بگم که همه این درمان ها آزمایشی هستن، یعنی که جواب و تاثیر و تاثیر اونها رو ما نمیدونیم، ولی توی چین انجام شروع شده و در چند کشور دیگه هم انجام شده. مسئله که خیلی مهمه اینه که یکی از، برگردیم به سوال اولتون، ما در حال حاضر بیش از 50 یا 60 پروتکل درمانی در حال آزمایش داریم و خب واکسن هم که در راه هستند. و اون چیزی که خیلی الان مهمه اینه که به جای که به ایمنی جمعی فکر کنیم، به این فکر کنیم که چطور بیماری رو اونقدر پایین بیاریم که سازمان های بهداشتیمون بتونن کوب کنن تا اینکه این درمان های وسیع به اصطلاح در دسترسی ما قرار بگیره. ممنونم از شما دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی با ما. ویروس کرونا تا امروز در جهان جان حدود 39,000 نفر رو گرفته. شمار مبتلایان به این ویروس هم روز به روز بیشتر میشه. حالا نزدیک به 800,000 نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا هستند. البته بیش از 170,000 نفر از مبتلایان بهبود پیدا کردند. در همین حال نگرانی از آینده اقتصاد و دنیایی که ممکن است دیگر مانند گذشته اش نباشد بالا گرفته. علی همدانی گزارش می‌دهد. کوچه ها تاریکند، دکان ها بسته، سکوت حتی باد بهار در مادرید به احترام جان باختگان. از امروز در اکثر نقاط این کشور مردم از در خانه ها نباید بیرون بیایند. مانند ایتالیا، مانند روم، شهری که هیچ چیزش مثل دیروز نیست، شهری که هیاهویش را باخته، گرچه امیدش را نه. پایتخت کشوری که کرونا امانش را برید، اما میگویند شمار روزانه مبتلایان در حال کمتر شدن است. در آلمان شمار مبتلایان در حال افزایش است، ولی آمار مرگ ناشی از ابتلا هنوز از بسیاری از نقاط جهان کمتر است. بیش از 67,000 نفر مبتلا شناسایی شدند و 650 نفر درگذشتند. آلمان همینطور رکورددار تعداد آزمایش‌های روزانه است. قرار است تا پایان این هفته هر روز 200,000 نفر آزمایش شوند. اینجا در بریتانیا نخست وزیر، وزیر بهداشت و مشاور پزشکی ارشد انگلستان مبتلا شدند، اما همچنان از خانه کار میکنند. دل لندن برای هیاهوی همیشگیش تنگ شده. متخلفانی که محدودیت‌های معاشرت را نادیده گرفتند جریمه میشوند. بیمارستان‌های موقت یک هفته است حاضر شدند تا به زودی افتتاح شوند. شرکت هواپیمایی بریتانیا بریتیش ایرویز پروازهایش را از اینجا، دومین فرودگاه بزرگ لندن، متوقف کرده. نه پای رفتن دارد، نه جای رفتن. حتی در دهلی از میلیون ها آدم دیگر خبری نیست. کشور پرشماری که نیروهای پلیس را به خیابان‌ها آورده تا مراقب باشند مردم از مقررات منع عبور و مرور خبر دارند و از خانه بیرون نمی‌آیند. ژاپن که محدودیت‌ها را نسبتاً دیر وضع کرد، باز شدن مدارس را به تعویق انداخته. و اینجا در کره جنوبی که عملکردش در آزمایش همگانی و کنترل بیماری بسیار ستایش شد، نگرانی از موج دوم بیماری وجود دارد. محدودیت ها هنوز ادامه دارند. روسیه روسیه است. مسکو که به شبهای بلند و دلهای پرتب و تاب شهره بود، از جمعیت خالی شده. پلیس ضد شورش را به خیابان آوردند تا کسانی را که محدودیت ها را رغز می کنند متفرق کنند. رسانه های روسیه مملو از تئوری توته. این تلویزیون های روسی آمریکا را سازنده ویروس معرفی می کنند. جنگ بیولوژیک روایت روسیه است از جهانگیری ویروس کرونا. روسیه اما توضیحی ندارد که چرا شیوع گسترده کرونا دامن آمریکا را هم گرفته. از حال و روز آمریکا هم کمتر گزارش می‌دهد. پایتخت ایالات متحده حالا شاهد شدیدترین مقررات آمده شده است. نیویورک که پایتخت شیوع ویروس کرونا در آمریکا است، از جمعیت خالی است و از نگرانی مملو. شمار مبتلایان در آمریکا رکورددار جهان است.
رئیس جمهوری این کشور گفته که تا 2 ماه دیگر کشورش از این کویر وحشت به سلامتی عبور خواهد کرد. شاید مجالی برای سلام به شکوفه‌های بهاری که شهر واشنگتن با آن شهرت دارد. علی همدانی، بی بی سی. در آمریکا بیش از 3000 نفر جانشون رو بعد از ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن. همزمان مقام‌های ستاد مبارزه با این بیماری از به اوج رسیدن تعداد مبتلایان و جان باختگان در 2 هفته آینده و کمبود تخت‌های بیمارستانی ابراز نگرانی کردند. یک کشتی بیمارستانی نیروی دریایی آمریکا برای کمک دیروز در بندر نیویورک لنگر انداخت. بهمن کرباسی همکارم الان از مقابل این کشتی عظیم و جسته با ما هست. بهمن، کمی بهمون بگو که این کشتی چقدر میتونه این کمبود تخت‌های بیمارستانی در نیویورک رو برطرف بکنه. این کشتی 1000 تخت داره، در نتیجه امیدوارن که یه مقداری کمک بکنه به تعداد تخت‌هایی که لازمه در سطح شهر و همچنین ایالت، برای اینکه هر روز همونطور که آمار نشون میده تعداد مبتلایان افزایش پیدا میکنه. دیروز اینجا لنگر انداخت، چند روزی در مسیر بود که برسه یک دیگه کشتی مشابه دیگری هم به لس آنجلس رفته. میدونیم در کالیفرنیا هم تعداد مبتلایان رو به افزایش، در خود شهر نیویورک در مرکز شهر پارک اصلی شهر معروف به سنترال پارک، اونجا هم یک بیمارستان صحرایی، بیمارستان موقت رو دارن بنا میکنند. از دیروز تختایی رو اونجا گذاشتن برای اینکه تعدادی از بیماران بیمارستانی که درست اون طرف خیابون از پارک وجود داره رو منتقل کنن، به خاطر اینکه اون بیمارستان هم کمابیش ظرفیتش پر شده. از 160,000 نفری که در آمریکا شناسایی شدن که مبتلا هستن، حدود نیمیش اینجا در نیویورک و نیوجرسی، ایالتی که درست اون ور آب هست، هستن. در نتیجه مرکز تعداد مبتلایان در این دو ایالت هست در مقایسه با بقیه کشور. و مدل هایی که الان کاخ سفید ازش صحبت میکنه نشون میده که نگرانی وجود داره که در هفته های آینده تعداد رو به افزایش باشه. به صورت تصاعدی شنیدیم که آقای ترامپ در چند روز قبل حرف از این زد که در روز عید پاک که هفته آینده هست دیگه کمابیش کسب و کارها باز بشه، ولی این مدل ها سبب شد که تیمشون رو قانع بکنن که یک ماه دیگه همه این محدودیت های رفت و آمد، معاشرتی که وجود داره رو تمدید بکنن. الان 250 میلیون نفر از 330 میلیون جمعیت آمریکا در مناطقی زندگی میکنن که این محدودیت ها اعمال شده. در نتیجه ما هنوز خیلی فاصله داریم با اوج و پایین آمدن و به قول معروف تغییر مسیر این منحنی در آمریکا. و البته نگرانی اصلی همین است که آیا این تخت‌های بیمارستانی که کشتی میاره، تخت‌های بیمارستانی که در مرکز شهر گذاشتن، کافی خواهد بود برای اینکه به نیاز پاسخ بده یا نه، به خصوص که معتقدن مخصوصا در شهرهای بزرگی مثل نیویورک تعداد رشد به صورت تصاعدی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ممنون ازت بهمن کرباسی، همکارم از نیویورک. در پی افزایش فشارها بر واشنگتن برای کاهش تحریم‌های ایران به دلیل شیوع کرونا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی نوشته ایران می‌تواند از میلیاردها دلار دارایی صندوق آیت الله خامنه‌ای که معاف از مالیات است استفاده کند. بیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اقدامات دولت آمریکا را ترور پزشکی و جنایت جنگی توصیف کرده بود. همزمان آلمان که یکی از 3 کشور اروپایی طرف توافق برجام با ایران است، می‌گوید کانال مالی اینستکس که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایجاد شده، با ارسال اقلام پزشکی به ایران فعال شده و معاملات بیشتری هم از این طریق صورت خواهد گرفت. ایران همواره گفته به دلیل تحریم‌های آمریکا برای نیازهای پزشکی به ویژه در زمینه مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا با مشکل روبروست. همکارم کیوان حسینی از لندن با ما است. کیوان، هر دو طرف چه میگن دقیقاً؟ ایران در این جنگ لفظی احساس میکنه یه فرصت خیلی استثنایی پیدا شده تا بتونه مسئله تحریم ها رو تا اندازه حل بکنه. 2 تا هم دلیل داره. یکی از دلایلش این هستش که بحران کرونا ابعادی بشر دوستانه درست کرده برای مسئله تحریم های ایران و فضا رو میتونه تا اندازه احساسی بکنه. و بعد دومش هم این هستش که اثرات و اتفاقاتی که بر اثر شیوع کرونا در ایران میفته میتونه تأثیراتی فرامرزی داشته باشه. ایران همسایه کشورهای آسیب پذیری مثل پاکستان و افغانستان هست و جامعه بین المللی نگران این هستش که مسئله کرونا در منطقه فراتر از مرزهای ایران گسترش پیدا بکنه. خیلی عجیب است از طرف سخنگوی وزارت خارجه کشوری که عکسی شبیه آنچه که خانم اورتگاس بر صفحه خودش گذاشته بگذاره و چنین توضیح بده، ولی منظور او چیه؟ دقیقا چی میخواد بگه؟
واشنگتن شدیداً تحت فشار هست از طرف جامعه بین المللی برای اینکه تا اندازه تحریم های ایران رو کاهش بده و در موضعی تدافعی قرار داشته در تمام این مدت. استدلالشون هم این بوده که دارو تحریم نیست و همچنان میتونه ایران به ابزارهای پزشکی مورد نیاز برای کنترل کرونا دسترسی داشته باشه. اما در چند روز اخیر تا اندازه گفتمان های جدیدتری هم از طرف وزارت خارجه آمریکا شکل گرفته مبنی بر اینکه ایران حتی به پول هم دسترسی داره. الان اشاره ای که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کرده هرچند تا اندازه مبهم هست، اما به نظر میرسه که اگر که بر مبنای صحبت هایی که پیشتر هم کرده بودند، صندوق هایی رو که متعلق به آقای خامنه ای معرفی میکنند رو نگاه بکنیم، اشاره شاید به ستاد اجرایی فرمان امام باشه که دولت آمریکا میگه یک صندوق سرمایه گذاری 95 میلیارد دلاری متعلق به آیت الله خامنه ای هست و میگه بیاید از این پول استفاده بکنید. همزمان از اون طرف هم مسئله صندوق توسعه ملی هست که آقای روحانی رئیس جمهور حدود 5 روز پیش درخواست برداشت 1 میلیارد دلاری از این صندوق رو مطرح کرده، اما هنوز آقای خامنه ای با برداشت این پول موافقت نکرده. و اگر خیلی کوتاه بگه، امروز اولین معامله در قالب اینسکس، این سازوکار مالی اروپایی هم انجام شد، چقدر اون اهمیت داره؟ این هم خبر مهمی از این جهت که اینسکس بیش از 1 سال پیش راه اندازی شد تا از طرف اروپا بتونه به گفته اونها به تجارت مشروع با ایران کمک بکنه، اما حتی 1 معامله هم تا امروز اتفاق نیفتاده بود، در حالی که نزدیک به 15 ماه گذشته بود از راه اندازی اینسکس و این اولین معامله هست. کار به جایی رسیده بود که میگفتن اینسکس دیگه مرده، دیگه فایده نداره و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. و خب در شرایط کنونی که این معامله رخ داده، برای ایالات متحده آمریکا هم دشوار هست که بخواد با پیگیری اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده امروز و چه معامله‌ای با ایران انجام شده، این سازوکار رو فلج بکنه. باید ببینیم که آیا اروپایی‌ها همچنان از این سازوکار استفاده خواهند کرد یا نه، و فراموش نکنیم که این سکس برای بخش خصوصیه نه برای بخش دولتی. ممنونم از کبان حسینی همکارم از لندن. اما برنامه امروز صفحه 2 هم راجع به همین مسئله است. فرناز غازی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ما هست، کمی راجع به برنامه‌تون بگویم. متشکرم مجید. برنامه ما بیشتر در مورد عملکرد دولت‌ها نیست، در مورد نگاه‌های مختلفی که به این موضوع وجود داره. می‌دونیم همواره دو کمپ وجود داره، دو دیدگاه. کسانی که میگن تحریم‌ها باید برداشته بشه به خاطر اینکه بیشترین ضررش به مردم ایران میرسه، و کسانی که میگن نه، اگه تحریم‌ها رو برداریم این پولی هست که میره توی جیب حکومت ایران و اون ممکن هست که باهاش هر کاری که می‌خواد رو انجام بده. ما از دو سر طیف دو نفر رو دعوت کردیم، امیدواریم که برنامه جالبی باشه، خیلی از دیدگاه‌ها مطرح بشه درش. برنامه ساعت 9 شب تهران به صورت زنده پخش میشه، 5:30 لندن، 7:30 شب که 11 شب هست و معمول همه هفته صفحه 2 بوده، برنامه تکرار خواهد شد. پس برنامه رو ساعت 9 شب تهران از دست ندید. مهمونتم که لو ندارد. یک شرکت امنیت فضای مجازی اعلام کرده که شناسه‌های کاربری و شماره‌های تلفن 42 میلیون کاربر ایرانی از یک نسخه غیر رسمی پیام‌رسان تلگرام درز کرده و در اینترنت منتشر شده. شرکت کامپریتک گفته دسترسی به این اطلاعات کاربران در اینترنت به رمز عبور هم نیاز ندارد. همچنین گفته شده که این اطلاعات یک روز بعد از گزارش درز آنها به میزبان داده‌ها از دسترس خارج و پاک شدند. چند سال پیش هم خبرگزاری رویترز از درز شناسه و شماره تلفن 15 میلیون کاربر ایرانی یک اپ غیر رسمی تلگرام خبر داده بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران هر گونه اقدام نظامی آمریکا در عراق رو به حمله داعش تشبیه کرده و هشدار داده که اگر نیروهای آمریکایی از این کشور خارج نشوند، مردم عراق آنها را مجبور به خروج خواهند کرد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی و عراقی استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در 2 پایگاه عین‌الاسد و اربیل رو تایید کردند. از طرفی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در 2 هفته گذشته 4 پایگاهشون در عراق رو ترک کردند. نفیسه کوهنورد همکارم از لندن با ما هست. نفیسه، کمی بهمون بگو که این ترک کردن نیروهای آمریکایی از این پایگاه‌ها، در عین حال گذاشتن این موشک‌های پاتریوت، چه معنایی میتونه داشته باشه؟ مجید، عراق دوران تنش‌آلودی رو داره طی میکنه و تنش هر روز هم داره بالاتر میره، حداقل تنش لفظی.
پایگاه‌های کلیدی که آمریکا و نیروهای ائتلاف اون رو ترک کردن یا به گفته خودشون واگذار کردن به عراقی‌ها، یکی قائم در مرز سوریه و عراق، پایگاه قیاره در جنوب موسل، پایگاه کیوان در کرکوک و پایگاه نینوا که همین دو روز پیش دیروز تحویل نیروهای عراقی داده شد. گرچه گفته میشد که از قبل تصمیم برای این کار گرفته شده، اما به نظر میرسه حمله های مکرر بر پایگاه های نیروهای ائتلاف که در چند مدت گذشته باعث کشته شدن تعدادی از نیروهای ائتلاف شده، این رو سرعت بخشیده و البته خود کرونا هم باعث شد که یک بهانه ایجاد بشه برای اینکه این رو با سرعت بیشتری انجام بدن، این تحویل دادن به گفته خودشون پایگاه ها رو. اما در پس پرده اونطور که سندهایی که در دست به دست نیویورک تایمز رسیده نشون میده که بحث چیز دیگه هم بوده و اون احتمال یک حمله گسترده آمریکا علیه نیروهای وابسته یا تحت حمایت ایران از جمله کتایب حزب الله هست، که این گروه ها هم مدام در چند مدت گذشته هی هشدار دادن به نیروهای خودشون که انتظار یک حمله گسترده رو به پایگاه‌هاشون میدن. و جالب اینه که قبل از اینکه آمریکایی‌ها قائم رو ترک بکنن، کتایب حزب الله نیروهاش رو از اونجا منتقل کرد. و همین آمدن پاتریوت‌ها سیستم دفاعی هم نشان میده که به هر حال آمریکا تصمیم قطعی داره که فشار رو به گفته خودشون چند برابر بکنه بر گروه‌های نزدیک به ایران. اما این نکته رو اشاره بکنم که در نهایت به نظر میرسه که فعلا دو طرف دارن بسنده میکنن به تهدیدهای لفظی تا اینکه بخوان دست به عمل بزنن. تعداد حمله های راکتی هم به مراتب در چند روز گذشته بر پایگاه های آمریکایی محدود شده، اما به هر حال به نظر میرسه که هر لحظه یک راکت کافیه که باعث بشه که یک حمله گسترده از طرف نیروهای آمریکایی صورت بگیره. ولی علت اصلی که نیروهای ائتلاف دارن ترک میکنن هم بخشیش به خاطر اختلاف نظری هست که در مورد این مسئله وجود داره. نیروهای ائتلاف در عراق برای جنگ با داعش در اونجا هستن به گفته خودشون و نمیخوان وارد کشمکش بین ایران و نیروهای تحت حمایت ایران و آمریکا بشن. نفیسه ببخشید وقت بیشتری نداریم. نفیسه کوهنورد با میلیون‌ها گل و گیاه و درخچه در بریتانیا با بالا گرفتن بحران کرونا احتمالاً باید دور انداخته بشن. به دلیل محدودیت‌هایی که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده، بیش از 2000 مرکز خرید و فروش گیاهان هم به تعطیلی کشیده شدند. و اگر این سند فوراً کمک دولتی دریافت نکنه، ممکنه فرو بریزه. گزارش سایمون جک رو ببینید. در سراسر بریتانیا بحرانی رو به رشد صنعت این سرزمین را تحت تأثیر قرار داده. مراکز پرورش گل و گیاه، باغ‌ها و گلفروشی‌ها هم ناگهان با مشکلات مالی روبرو شدند. یکی از بهترین های امسال، اما قرار نیست جایی بره. هزاران قلمستان و گلخانه در شمال ویلز در این موقع سال از تجمع محصولات بهاری خود در حال انفجارند. مجبور بودیم همه سفارش ها رو لغو کنیم. کل زنجیره فروش از حرکت ایستاده. همین یک هفته صدها هزار پوند ضرر وارد شده. کل بدنه صنعت باغداری در وضعیت بحرانی است. ما داریم درباره محصولات نابود شده به ارزش نیم میلیارد تا یک میلیارد پوند حرف میزنیم. از نظر توازنامه تجاری و ارزش دارایی ها این رقم در حوزه این صنعت قابل توجهه. بنابراین ما نیازمند کمک فوری دولت هستیم تا دووم بیاریم. این بحران زمانی آغاز شده که این صنعت در شکننده ترین فصل خود در سال است. ابتدای بهار که فصل رویش جوانه ها و آغاز گلکاری است. برای کسانی که به اندازه کافی خوششانسن که باغ شخصی خودشون رو داشته باشن، فصل شکوفایی کمکی به سلامتی روحی و جسمیشون میکنه. اما برای اونهایی که منتظرن فصل شکوفایی به اول تابستون موکول شه، شاید این مسئله ناامید کننده باشه. یکی از بهترین گلخانه های بریتانیا فریاد کمک سر داده. نه فقط این گلها، که میلیون ها گیاه نابود خواهند شد اگر بسته کمکی دولت به اندازه کافی برای سرپا نگه داشتن باغداران قوی نباشه. این سند برای سالیان در بریتانیا رنجور خواهد ماند. این فقط گیاهان و درخت های فروشگاه ها نیستند که از بین می روند. بخش عظیمی از صنعت باغداری هم با آنها نابود می شود.
زمستانی بی‌رحم احتمالاً در انتظار باغداران بریتانیایی و 23 میلیون مشتری آنها خواهد بود. سایمون جک، BBC نیوز. ممنون از همراهیتون. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.